بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. مؤسسین گرانقدر، السلام علیکم و رحمت الله. امید که در حفظ و حمایت پروردگار قرار داشته و از همه آفات و بلیات کنونی، زمینی و آسمانی در کنار خانواده تان مسون و محفوظ بوده باشید و از برنامه های فرهنگی و دروس آنلاین استفاده بهینه داشته باشید. در درس گذشته پیرامون وصیت برای اقارب و برای جوار، چه کسانی، آیا جار ملاصق و یا همسایگانی که در یک محلند و زندگی می کنند و جمع می شوند و در یک مسجد نماز می خوانند شامل این وصیتند، و همچنین کلمه اسحار شامل چه کسانی است، کلمه اختان و یا دامادها چه کسانی گفته می شوند، و همچنان کلمه اهل شامل چه کسانی هست. این بحثایی بود که در جلسه قبل پیرامون آن توضیحات را شنیدیم، و در این جلسه در مورد چند مورد، مثلا آل فلان وقتی می آیه مراد از آن چه کسانی هست، اگر اهل نسب ذکر میشه، اهل جنس شخص ذکر میشه، برای جنس نسب عبارت از کیست و جنس چه کسانی هست، و همچنان اگر برای یتیم ها و کور ها و شل ها و بیوزن ها وصیت میکنه چه کسانی در تحت این وصیت داخلند، و این شکل اگر شخص وصیت میکنه برای ولد فلانی تحت آن چه کسانی شامل میشوند، و اگر ورثه را نام میگیرد چه کسانی، و اگر کلمه موالی را ذکر میکند در تحت آن چه افراد داخلند. اینها موضوعات است که به تفصیل در این جلسه پیرامون آن خواهیم خواند و دلایل هر دیدگاه را خواهیم شنید. چنانچه در اول می فرماید ولو اوصى لآل فلان، اگر شخص وصیت کرد برای آل فلانی، مراد از آل فلان فهو لأهل بیتی، او عبارت از اهل بیت فلانی است. لأن الآل القبیلة التي ينسب إليها، آل عبارت از آن قبیله است که شخص به جانب آنها نسبت کرده می شود. ولو اوصى لأهل بیت فلان، اگر وصیت کرد برای اهل خانه فلانی، یعنی خانواده فلانی، یدخل فیه ابوه و جده، داخل می شود در تحت این وصیت پدر شخص و پدر کلان شخص. لأن الاب اصل البیت، پدر اصل خانه و خانواده هست و پدر کلان باز اصل اصل است. ولو اوصا لأهل نسبه، اگر وصیت کرد برای اهل نسبش یا وصیت کرد برای جنسش، فالنسب عبارت عمن ينسب الیه، نسب عبارت است از کسانی که این شخص به جانب آنها نسبت میشه. و نسب یکون من جهت الآباء، نسب شخص همیشه می باشد از طریق پدرهای آن، از طریق قوم پشتی و پدری. و جنسه اهل بیت ابیه دون امه، جنس شخص عبارت از اهل خانه پدرش هست نه مادرش. لأن الانسان يتجنس بأبيه، انسان جنسیت حاصل میکنه و جنسیت آن شناخته میشه توسط پدرش. بخلاف قرابته، اگر قرابت شخص یاد کرد برای قرابت فلانی، حیث تکون من جانب الام والاب، به طوری که می باشد قرابت هم از جانب مادر و هم از جانب پدر. ولو اوصى لأيتام بني فلان، اگر وصیت کرد برای یتیم های پسران فلانی، او لعمیانهم یا برای کورهای پسران فلانی، او لزمناهم یا برای شلها و جامنده های پسران فلانی، او لعراملهم یا برای بیوزنان پسران فلانی، این کانو قوما یحصون، اگر قومی بودن که تحت حد و حصر و ضبط می آمدن، شمارش می شدن، تعداد محدود بودند، دخل فی الوصیت فقراؤهم و اغنیاؤهم، داخل می شود در تحت وصیت آن هم فقیرهای آنها و هم ثروتمندهای آنها، همه داخل می شود. ذکورهم و اناسهم، شامل می شود مردهای آنها و همچنان زنهای آنها، همه این وصیت آنها را فرا می گیرد.
لأنه أمكن تحقيق التمليك في حقهم، زیرا که شانیست ممکن است ثابت کردن مالک گردانیدن در حق همه آنها، چون محدودن، محصورن، یک محدوده خاص دارند. و الوصیت تملیکون، خود وصیت هم مالک گردانیدن است، البته نسبت شده اجرای آن به سوی ما بعد الموت، بعد از زمان مرگ. و این کانو لا یحصور، اگر بودن شماره نمی شدن، از حد و حصر بیرون بودند، فالوصیت فی الفقراء منهم، پس وصیت آن در فقراء از همین کورها و شلها و ارامل می باشد. لان المقصود من الوصیه القربه، مقصود از وصیت حاصل کردن تقرب و نزدیکی و ثواب است. و هیه، و همین قربت که حاصل میشه فی سد الخل، در بستن و مسدود کردن ضرورت است، و رد الجوعت، و رد کردن گرسنگی و دفع کردن گرسنگی است. و هذه الاسامی تشعر به تحقق الحاجه، همین اسمها، اسم عمیان، اسم زمنا، اسم ارامل، تشعر و خبر می دهد به تحقق الحاجت، به ثابت بودن حاجت و ضرورت. اینها اسمهای محتاجان است. فجاز حمله على الفقراء، رواست حمل کردن امین وصیت را بر فقراء، بخلاف ما اذا اوصى للشبان بنی فلان، بخلاف از آن صورتی که وصیت کرد برای جوانان پسران فلانی که برای آنها اینقدر از مال مبده. و هم لا یحصونه، در حالی که جوانها شمرده نمی شدن، حد و حصری برای آنها نبود، تحت ضبط و کنترل نبودن، تعداد آنها غیر محدود بود. او لعیاما بنی فلان، یا وصیت کرد برای زن افراد بی زن پسران فلانی، ایاما و انکح الایاما منکم، نکاح بدهید برای افراد بی زن از خود. و هم لا یحصونه، در حالی که آنها تحت شمار نمی آمدن، جوانان همچنان، یا به اصطلاح بی زنان همچنان، حیث تبطل الوصیه، به آن صورت وصیت باطل میشه. لأنه لیس فی اللفظ، در لفظ یتاما، در لفظ ایاما، یا در لفظ شبان، ما ینبئو، وجود ندارد چیزی که خبر بدهد عن الحاجت، از ضرورت. اینجا بحث ضرورت مطرح نیست. فلا یمکن صرفه الى الفقراء، پس ممکن نیست بازگردانیدن این لفظ را به فقرای جواران یا به فقرای بیزنان. ولا یمکن تصحیحه تملیكا فی حق الكل، پس میگه بره همگان شامل شمنده باشد، میگه ممکن نیست درست گردانیدن این وصیت را به عنوان مالک گردانیدن، فی حق الکل، در حق همه آنها، که شامل همه جوانان آنها بشه، شامل همه بیزنان آنها بشه. چرا؟ للجهالت المتفاحشت، بخاطر جهالت بسیار زیاده که در این میان وجود دارد. و تعذر، و دشوار است الصرف الیهم، بازگردانیدن به سوی همگی، پس لحاظای وصیت ملغا میشه و لغو میشه و اعتبار ندارد. و فی الوصیت للفقراء والمساکین، در وصیت کردن برای فقراء و مساکین، اگر میگه از مال ما وصیت کردم برای فقراء و برای مساکین، یجب الصرف الى اثنین من، واجب است بازگردانیدن این وصیت را به سوی دو فرد منهم از ایشان، کم از کم دو مسکین یا دو فقیر، اعتبارا لمعنى الجمع، به خاطر لحاظ کردن معنای جمع، و جمع اینجا چون کلمه جمع را ذکر کرده، و اقله اثنان فی الوصایا، و کمتر جمع دو نفر است در وصیت ها، علما مر، بنابر آنچه که قبلا گذشت، الاسنان فما فوقهما جماعتون، ای در بحث فرائض و میراث تطبیق میشه، و وصیتم اخت و همانند میراث است. ولو اوصا،
لبنی فلان، اگر وصیت کرد برای پسران فلانی، یدخل فیهم الاناث، داخل می شود در تحت پسران فلانی مؤنث های آنها، یعنی دختران و زنان آنها. فی قول ابی حنیفه، در قول امام ابی حنیفه رحمت الله علیه، اول قولیه، که آن قول اولین دو قول امام ابو حنیفه است، و هو قولهما، و امین قول اول امام ابو حنیفه قول صاحبینم هست، لان جمع الذکور یتناول الاناث، جمع مذکر شامل اناث هم میشه. تعبیرات قرآنی را که ما ببینیم اکثر خطاب برای ذکور است، ولی ضمناً شامل اناث هم میشه. ثم رجع، بعدا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه از این قول خود رجوع کرده و قال گفته هست یتناول الذکور خاصتا، شامل مردها را می شود، مذکرها را می شود، خاصتا تنها نه اناث را. لان حقیقت الاسم للذکور، حقیقت اسم بنی فلان برای مرد هاست، برای پسر هاست، و انتظام للاناث، و شامل شدن آن طبقه اناث را یا مؤنث ها را، تجاوز، ای حمل کردن کلام است و استعمال کلام است بر مجاز، اختیار کردن مجاز است. و الکلام لحقیقته، و کلام برای حقیقت است می باشد، اصل در کلام حقیقت است، تا وقتی که مانع از حقیقت یافته نشود کلام را بر حقیقت حمل میکنیم، و در صورتی که مانع بود باز او وقت رجوع و مجاز میکنیم، یک اصل است. بخلاف ما اذا کان بنو فلان اسم قبیلت او فخزن، بخلاف از اون صورتی که اگر پسران فلانی نام یک قبیله بودند یا نام یک شعبه از شعبات قبیله، که به نام فخر زیاد میشه، نام همون شعبه خاص قبیله بودند، حیث یتناول الذکور والاناث، در آن صورت باز بنو فلان شامل مردها و زنها یا پسرها و دخترها همه میشه. لأنه ليس يراد بها أعينهم، زیرا که شانیست، نیست که اراده کرده شود بها، به همین وصیت، به همین کلمه و به همین جمله، أعينهم، اشخاص معین آنها، شخص معین در اینجا مراد نیست. اذ هو مجرد، بخاطر اینکه این لفظ مجرد الانتصاب، مجرد نسبت شدن است به سوی فلانی، انتصاب ذکور هم شامل میشه و اناث هم شامل میشه، که بنی آدم، مانند بنی آدم که شامل بنات آدم هم میشه. ولهذا يدخل فيه مولى العتاق، از همین جهت است که اینجا هدف از اضافت و از این وصیت انتصاب و نسبت شدنه، داخل میشه در تحت این وصیت مولای عتاقه، کسانی که او بنی فلان را آزاد کردند او هم در تحت این وصیت داخل میشه. و الموالات، مولای موالات و دوستی، کسانی که بنی فلان با آنها عقد و پیمان دوستی دارند و از جای یکدیگر دیت میدن و در کنار هم ایستاده میشن در همه مسائل، اونها هم داخل. و حلفاؤهم، همچنین کسانی که با آنها هم عهد و هم پیمان هستند آنها هم در تحت این وصیت داخل می شد. قال و من اوصى لولد فلان، کسی وصیت کرد برای ولد فلانی، فالوصیت بینهم، وصیت میان همه فرزندان و اولاد فلانی است، و الذکر و الانسا فیه سواءٌ، مرد و زن در همین وصیت برابر است و شامل همه می گرده. چرا؟ در قرآن کریم هم کلمه ولد زمانی که در مسائل میراث می آید شامل ذکور و اناث می شه. لأن اسم الولد ينتظم الكل انتظاما واحدا، اسم ولد شامل می شه تماما مذکر و مؤنث را، با یک بار شامل شدن همه در بر می.
و من اوصا لورثه فلان. کسی وصیت کرد برای ورثه فلانی اینقدر از مالش. فالوصیت بینهم، اینجا وصیت میان ورثه فلانی اجرا میشه، للذکر مثل حظ الانثیین، ولی برای پسر و برای مرد مانند سهم و حصه و نصیب دو دختر است. لانه لما نص على لفظ الورثه، زیرا هرگاه تصریح کرد به لفظ ورثه که گفت برای ورثه فلانی اینقدر از مال ما بدیم، آذن ذلك، خبر داد همین لفظ آن و همین تعبیر آن به ان قصده التفضیل، که هدف آن چیست؟ تفضیل، ترجیح است، ترجیح ذکور بر اناس. کما فی المیراث، چنانچه که در میراث است، همچنان وقتی که بحث میراث میآید، للذکر مثل حظ الانثیین، در میراث اجرا میشه. اینجا در وصیت هم وقتی ورثه به کار برد همی دانسته میشه. و من اوصا لمواليه، کسی وصیت کرد برای مولاهای خود، ولو موال اعتقهم و موال اعتقوه، برای همان وصیت کننده مولاهای بود که اعتقهم آزاد کرده بود، همین شخص وصیت کننده آنها را، یعنی معتق بودند. و موال اعتقوه، و برای آن مولاهای بود که او را آزاد کرده بودند، معتق بودند برای آن. و این لفظ مشترک را ذکر کرد و هیچ معنای را ترجیح نداد، بیان نکرد، مشخص نکرد. فالوصیت باطلتون، این وصیت آن باطل است یا نادرست است. و قال الشافعی رحمه الله فی بعض کتبه، امام شافعی رحمت الله علیه در بعضی از کتابهایش فرموده، ان الوصیت لهم جمیعا، که وصیت برای همه آنهاست تماما، همه را در بر میگیره، ذکور و اناسر و ذکر تماما را در بر میگیره، هم معتق و هم معتقر. و ذکر فی موضع آخر، در جای دیگر امام شافعی رحمت الله علیه یادآوری کردن که انه یوقف، که کلام یا می وصیت موقوف نگه داشته میشه، معطل میشه، حتی یصالحو، تا اینکه اینها با هم کنار بیاین و هم مصالحه کنند. لهو، دلیل امام شافعی رحمت الله علیه این است که ان الاسم یتناولهم، اسم مولا شامل همه آنها، موالی گفته، لأن كل منهم يسمى مولا، هر یکی از همین افراد معتق و معتق نامیده می شود مولا. فصار کالاخوه، گردید مثل لفظ اخوه که شامل همگیر میشه، اعیانی و علاتی و اخیافیر، این جمع همه شامل میشه. ولنا دلیل از برای ما این است که ان الجهت مختلفه، جهت اطلاق اسم مختلف، لأن احدهما، یکی از اینها نامیده می شود مولای نعمت، که برای انسان نعمت بخشیده و آزادی بخشیده، او مولا مولای نعمته. والآخر، و دیگری منعم علیه، بر او نعمت داده شده که او آزاد شده و نعمت آزادی را از انسان کسب کرده، پس او منعم علیه شد. فصار مشترکن، پس این مشترک گردید. فلا ينتظمهما لفظ واحد، هر دوی آنها را یک لفظ شامل نمیشه، مشترک همزمان نمیتونه که دو معنایش را در بر بگیرد. فی موضع الاثبات، در محل ثابت کردن، بخلاف ما اذا حلف، بخلاف از اون صورتی که هرگاه قسم خود که لا یکلم موالی فلان، سخن نزند با موالی فلانی، حیث یتناول الاعلى والاسفل، به طوری که شامل می شود مولای اعلا را که معتق باشد و الاسفل و مولای پایین را که معتق باشد. لانه مقام نفی، زیرا این محل محل نفی است، لا یکلم ولا تنافی فی، و در آن ضدیت نیست،
شامل او رم میشه، شامل این رم میشه. و یدخل فی هذه الوصیه، داخل میشه و در تحت این وصیت، من اعتقه فی الصحت والمرض، کسی که او را آزاد کرده در تندرستی یا در مریضی. ولا یدخل، و داخل نمی شود در تحت این وصیت، مدبروه، مدبرهای آن، و امهات و اولادهی، ام ولدهای آن داخل نمیشه. لان عتق هؤلاء یثبت بعد الموت، آزادی مدبرها و ام ولدها بعد از موت ثابت میشه. و الوصیت تضاف الى حالت الموت، وصیت نسبت میشه به حالت موت. حالت موت هر کس که کسب آزادی کرده بود در تحت این وصیت داخل میشه. فلا بد من تحقق الاسم قبله، ضروری است از ثابت شدن همان اسم ماتق قبله، پیش از موت. وعن ابی یوسف، از امام ابی یوسف رحمت الله علیه روایت، انهم یدخلون، که امین مدبرها و ام ولدها داخل میشن، لان سبب الاستحقاق لازم، سبب مستحق بودن لازم است، که همان مسئله تدبیری که موجب حریت یا ام ولد بودنه که موجب حریت. و یدخل فیه، داخل می شود در تحت این وصیت، عبد قال له مولاه، غلامی که برای آن مولای آن گفته، ان لم اضربك فانت حر، اگر تو را نزدم پس تو آزادی. لان العتق یثبت قبیل الموت، آزادی ثابت میشه اون لحظه پیشترک از مرگ، عند تحقق عجزه، در وقت ثابت شدن عجز مولا از ضرب. ولو کان له موال، اگر برای شخص مولاهای بود، و اولاده موال، اولاد همان مولا باز مولاهای داشتن، و موالی و موالات، و همچنین موالی و موالات هم بود، عقد دوستی هم، عهد و پیمان هم با هم داشتن، یدخل فیها معتقوه و اولادهم، داخل می شود در تحت آن آزاد شده های آن و اولاد آزاد شده های آن، دون موالی الموالاتی، ولی مولاهای دوستی آنها در تحت ای وصیت داخل نمیشن. وعن ابی یوسف، از امام ابی یوسف رحمت الله علیه روایت، انهم یدخلون ایضا، که همین موالی موالات هم داخل میشن در تحت این وصیت، و الکل شرکا، و تمام آنها موالی اولاد موالی، موالی اولاد و موالی موالات همه شریک هستند در این وصیت. لان اسم یتناولهم علی سواء، اسم مولا شامل می شود همه آنها را به صورت مساویانه، اسم همان وصیت. وصیت کلمه مولا بر همه اطلاق میشه. و محمد، امام محمد رحمت الله علیه یقول، میگوید الجهت مختلفه، جهت مختلف است. فی المعتق الانعام، در آزاد شده جهت چیست؟ انعام، نعمت دادن است. و فی الموالی، در مولاها عقد الالتزام، عقد التزام است که لازم میگیرند با هم پیمان را، دوستی را، دفاع کردن را، این عقد التزام است. و الاعتاق لازمون، اعتاق که است امر لازم است، فکان الاسم له احق، امین اسم مولا برای معتق یا معتق احق سزاوارتر است. ولا یدخل فیهم موالی الموالی، داخل نمی شود در تحت امین اشخاصی که برای آنها وصیت شده مولاهای مولاها، لأنهم موالی و غیری حقیقتا، زیرا آنها مولاهای خود آن نیستند، موالی غیر آن هستند حقیقتا، از روی حقیقت، بخلاف موالیه و اولادهم، بخلاف از مولاهای خود آن و اولاد همان موالی، لأنهم ینسبون الیه، زیرا همه آنها نسبت میشن الیه، به سوی همین شخص، به اعتاق وجد منه، به آزادسازی که از آن یافته شده. و به خلاف ما اذا لم یکن له موال، و به خلاف آن صورتی که برای شخص موالی نباشد، ولا اولاد الموالی، اولاد موالی هم نباشد، لان اللفظ لهم مجاز، لفظ برای آنها مجاز است، فیصرف الیه، رجوع میشه به سوی آن مجاز،
که مولای موالات باشه، این ده تعذر اعتبار الحقیقت در وقت متعذر بودن لحاظ حقیقت رجوع و مجاز میشه. ولو کان له معتق واحد، اگر برای شخص یک آزاد کرده شده ای بود، ولی و موالی الموالی، مولاهای مولاها هم بودن، فنصف نصف همان حق وصیت که نصف ثلث باشه لمعتق، برای همان آزاد شده میرسه، و الباقی للورثه، نصف دیگر آن متعلق به ورثه می باشد. لتعذر الجمع بین الحقیقت والمجاز، به خاطر دشوار بودن جمع بین حقیقت که خود مولا باشد و مجاز که مولای مولا باشد. ولا يدخل فيه موال اعتقهم ابنه، داخل نمی شود در تحت این وصیت آن مولاهایی که آنها را آزاد کرده است پسر شخص. مولاهایی که معتق ابن از او هستند در تحت این وصیت نمی آید، یا ابوه، او مولاهایی که پدر آن آنها را آزاد کرده. لأنهم لیسوا بموالیه، آنها که هستند مولاهای آن گفته نمی شوند، لا حقیقتا ولا مجازا، نی از روی حقیقت آنها مولای آن هستند و نی هم از روی مجاز هم مولا نیستند. اگر مولای مولا بودی کم از کم مجازن مولای آن گفته می شود، اگر معتق بودی حقیقتا بود، ولی مولای معتق پسر و معتق پدر مولای خود شخص و معتق شخص نی حقیقتا گفته می شه و نی هم مجازن. و انما یحرز میراثهم بالعصوبه، جواب سوال است، وقتی که این معتق ابن، معتق پدر میمیرد و برای از او کسی از اقارب نیست، حالا برای این پسرش، پدر شخص یا پسر شخص، همان ولا یا میراث همان غلام میرسه. و اونجا چرا میرسه؟ میگه اونجا نظر به عصبه بودن، چونی پدر است عصبه هست، یا پسر است عصبه هست، حسب عصبه بودن او مستحق میراث میگرده. بخلاف معتق بعضی، بخلاف از صورتی که شخص غلام داره که بعضی از او آزاد شده و بعضی از او باقی مانده، او شامل ای وصیت میشه معتق البعض. لأنه ینسب الیه بالولاء، بخاطر اینکه شخصی که معتق البعضه کسب بعضی از آزادی کرده و قسمتی از آن غلام باقی مانده، او ینسب الیه، نسبت کرده می شود به سوی شخص بالولاء بولا، یعنی ولای آن چون به همین مولا تعلق می گیره، پس لحاظا او معتق آن گفته میشه. وقتی که معتق شد لحاظا در تحت وصیت برای موالی شامل میشه و او را در بر می گیره. والله اعلم بالصواب، خدا داناست به حقیقت امر و به آنچه که موضوعی که نفس الامر است و متحقق است در واقع، و آن را الله سبحانه و تعالی می داند که علم او جامع و کامل و علم تام است، و علم الله سبحانه و تعالی علم ذاتی است.